تا حالا درسته که این معنا درش غلو وجود داره نسبت به سخن امام زین العابدین، حرفاش فرق میکنه، یه خود اومده افراطی شده، میگه که امام نمیتونه گناه بکنه. خود امام الان سخنان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو براتون میخونم که نه، میگه من بالاتر از اجتماع نیستم در نهج البلاغه. ولی با این حال هم هنوز به غلو و افراطی که مجلسی ازش صحبت میکنه که تشیع را در چه آخرین مرحلهش گرفتار این مخمسه کرد، این غلو نیست. برکه مجلسی و امثال مجلسی میگن که کلام امام، خود کلام امام وحی، خود سخن امام وحی، درست مثل حرف پیغمبر، هیچ باطلی رو درش راهی نیست، هیچ عوارض بشری مثل سهو، فراموشی، غفلت، هیچ ضعفی که بشر میاد به امام نمیرسه. یعنی که اینجاست که این صفات صفات خداونده، صفات خدا رو میدن به انسانها. وقتی بنده میگم اینها امام پرستند و خدا پرست نیستند، یعنی همین، یعنی صفات خدا را میگیرن از خدا میدن به انسانها. و این بزرگترین دزدی تاریخه که روحانیت مسیحیت با حضرت عیسی علیه السلام کرد و روحانیت رافضی مدعی تشیع با اهل بیت کردند که صفات خدا را گرفتند و به مردگان دادند. چه دزدی بالاتر از این، چه جنایتی بالاتر از این، و چه ظلمی بالاتر از این، و چه تحریفی بالاتر از این. نتیجه این تحریف ها دقیقا در ایران شرک زده و ولایت زده ما همون شده که در قرون وسطای مسیحیت در میان اروپاییان بود. خب اینجا همچنان که ملاحظه می‌فرمایید، امام نمیتونه برای تعریف مجلسی نمیتونه معصیت بکنه، مجبور از طرف خداوند که همیشه طاعت‌ها رو انجام بده، مجبور که از گناهان دوری کنه. ها این چنین آفریده شده، فرشته آقا فرشته و این مکلف نشد که، این انسان نشد که. به قول علی شریعتی اینها را از دایره اسوه بودن خارج کردن یک جنایت نیست؟ دوباره وقتی کسی مجبور به این فعلها باشه، همچنان که دکتر ناصر القفاری میگه، این دیگه تعارض داره با اختیاری که شیعیان از معتزله به ارث بردن. معتزلیان میگن که قائل به عقلگرایی افراطی و اختیار افراطی هستند، تا حدی که میگن انسان خودش خالق افعالشه.